خانم ها و آقایان محترم، آنچه در اینجا میبینید جنگلی است از حروف الفبا. حروف الفبا، همان چیزی که برای انسنزبرگر به مثابه نماد زندگی بود و وی آنها را به عنوان دریچه برای چشمنداز و ابزاری برای انتقاد مورد استفاده قرار داد. این متولد 1929 در کافبویرن به روح انتقادی و یکی از رهبران فکری جنبش‌های اعتراضی 1968 و مطرح‌ترین سخنگوی روشنفکری جهان در آن سالها بدل گردید. این منتقد ادبی به گروه 47 تعلق داشت که تا دهه 60 بحث‌های مهمی را در زمینه‌های گوناگون در جمهوری جوان آلمان فدرال دامن زد و انسنزبرگر در کورسبوخ پیرامون روابط سیاسی جهان روزگار خود مقالات پرشماری نگاشت. او به عنوان یک شاعر جهان وطن با سفر به اقصی نقاط جهان به نوشتن مقاله، ویرایش و ترجمه پرداخت. انگلیسی، فرانسوی، کمی نروژی و نه چندان کم ایتالیایی. من برای خود جایی باز کردم و علاقه دارم به ترجمه بپردازم. ترجمه کاری است که امروزه یک شاعر باید به آن بپردازد. مقالات او پیرامون جنگ، مهندسی ژنتیک یا عدالت اجتماعی گواهی بر تفکر مستقل او هستند. وی گاه به زبان طنز و شیوهی سرگرم کننده می نویسد، گاه با قلمی تند و برنده به اظهار نظر پیرامون مسائل سیاسی می پردازد، همواره انتقادی اما هرگز جزمی. آدناور در مقام یک صدر اعظم مستبد القابی از ما گرفت که ابدا منصفانه نبود، ولی دیدگاه انسان‌ها تغییر می‌کند. من امروز هیچ مشکلی ندارم که شایستگی‌های برجسته او را مورد ستایش قرار دهم. در 33 سالگی جوانترین برنده جایزه گورگ بوشنا بود و در 2015 جایزه فرانک شرماخر را تصاحب نمود. حتی برای جایزه نوبل نیز پیشنهاد شد. به مثابه یک روشنفکر روشنگر به تلویزیون نیز روی آورد، جعبه ای که آن را رسانه صفر می نامید. من به تلویزیون اعتقادی ندارم. تلویزیون به عنوان رسانه صفر مردم را به مصرف کنندگان منفعل تبدیل می کند. به ویژه سیستم دیجیتال مردم را به ماشین های مصرف بدل می سازد. در مورد مرگ یک بار گفته ای از گوتفرید بنن را نقل نمود که بدترین چیز مردن در تابستان است، زمانی که همه جا روشن است و بیل زدن به زمین بسیار آسان. پنج شنبه گذشته در ماه نوامبر و در سن 93 سالگی برای همیشه چشمان خود را بربست. به هر حال نه در تابستان. تمامی اندیشه های او به صورت آنالوگ در آرشیو مارباخ تحت عنوان دستگاه اتومات اشعار انسنزبرگر گردآوری شده که با فشار یک دگمه قابل دسترسی است. جنگلی از حروف الفبا.